سرخط خبرها جزئیاتی از ترور عناصر موسا در اربیل مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امیدوارم در سریعترین زمان ممکن به ایران بروم اولیانوف از گرفتن مذاکرات احیای برجام کار آسانی نیست فاکس نیوز پوتین در سفرها با خود چمدان ویژه ادرار و مدفوع میبرد و گلوله باران کشتی نیروی دریایی اوکراین سلام و درود به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید جزئیاتی از ترور عناصر موساد در اربیل یک منبع در گزارش پیرامون حمله پهبادی چند روز قبل در اربیل نوشت بر اساس اطلاعات موجود حمله که شامگاه چهارشنبه در اربیل انجام شد توسط یک پهپاد نسل جدید ایرانی انجام شده و خود روی حامل صف سر اسرائیلی موساد که یکی از آنها یکی از مقامات ارشد هماهنگ کننده بود را هدف قرار داد همه این افراد در اثر بمباران کشته شدند و تصویر خودرویی که در آن بودند از رسانه ها پنهان ماند زیرا کاملا منهدم شده بود خودرویی که تصویر آن پخش شد متعلق به نیروهای امنیتی کرد همراه آنها بوده است که تحت تاثیر ترکش هدف قرار گرفتن خودروی اصلی بوده است به گفته منابع آگاه خودروی تیم موسا کمتر از نیم ساعت پس از خروج دو گروه کرد و اسرائیلی از یک ملاقات در یک رستوران بزرگ در جاده تفریحی صلاح این هدف قرار گرفت به گفته این منابع مقامات کرد به سرعت تصاویر خودروی تیم امنیتی کرد و مجروحان این حمله را منتشر کردند تا نگاه ها را از وجود تیم موساد که خودروی آنها کاملا منهدم شده بود منحرف کنند مقامات کرد از این میترسیدند که افشای حقیقت موعد ادعاهای ایران مبنی بر استقبال اربیل از موساد و توجیهی برای بمباران قبلی یکی از مقرهای آن باشد علاوه بر این باعث می شود تا در داخل عراق هم با چالشی بزرگ مواجه شود چرا که این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ داده است که پارلمان عراق قانون جرمنگاری عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را به تصویب رسند است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امیدوارم در سریع ترین زمان ممکن به ایران بروم. رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه الجزیره گفت: عملیات بازرسی به ایران کمک می کند و با آن فرصت می دهد که حرفهای خود مبنی بر عدم مخفی کردن چیزی در برنامه هسته را اثبات کند روسیه در ادامه خاطر نشان کرد ایران باید همواره بر بازرسی بیطرفانه و متعادل حساب باز کند و این مسئله است که تنها آژانس بینالمللی انرژی اتمی میتواند انجام دهد مدیر کل آژانس همچنین گفت اقدامات اخیر ایران تاثیر منفی بر مذاکرات وین خواهد گذاشت وی افزود و که در سریع ترین وقت ممکن به ایران سفر کنم. از سرگیری مذاکرات هسته امری بسیار ضروری است و این گزینه عاقلانه ترین گزینه است. شورای حکام آژانس بیرون مللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قسنامه ارائه شده علیه ایران توسط آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا را تصویب کرد. سی کشور رأی موافق، دو کشور چین و روسیه رأی مخالف و سه کشور هند، لیبی و پاکستان رأی ممتنع دادند. در پیشنویس این قطعنامه آمده است شورای حکام از ایران میخواهد که هرچه فوری برای اجرای تعهدات قانونیاش اقدام و بدون اطلاف وقت به پیشنهاد مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای همکاری بیشتر جهت شفافسازی و حل و فصل مسائل باقیمانده پادمانی عمل کند اولیانوف از سر گرفتن مذاکرات احیای برجام کار آسانی نیست میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های سازمانهای بینالمللی مستقر در وین روز جمعه گفت با وجود صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام همچنان میتوان مذاکرات هسته با ایران را به نتیجه رساند به گزارش فارس به نقل از وبگاه خبری ایتالیایی کانگ دلاورو اولیانوف در مصاحبه با شبکه روسیه 24 گفت اکنون باید به نحوی سعی کنیم مذاکرات را از سر بگیریم البته انجام تمام اینها کار آسانی نیست به خصوص بعد از اینکه قطعنامه صادر شد اوزا تغییر کرده است فاکس نیوز پوتین در سفرها با خود چمدان ویژه ادرار و مدفوع میبرد شبکه فاکس نیوز در گزارشی نوشت پوتین رئیس جمهور روسیه در سفرهای خود چمدانی برای حمله ادرار و مدفوعش همراه میبرد تا اطلاعاتی درباره سلامتیش به دست دیگران نیفتد و افشا نشود بر اساس گزارش مسکو تایمز یک دستیار ویژه گارد فدرال این چمدان را بعد از سفر به مسکو برمیگرداند پنتاگون آمریکا در آستانه رونمایی از سیستم دفاع موشکی لیزری است به نقل از اسپوتنیک لوویداستین وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در نشست امنیتی شانگریلا که از 10 تا 12 ژوئن 20 تا 22 خرداد در سنگاپور در حال برگزاری است اعلام کرد که پنتاگون در آستانه رونمایی از نمونه اولیه ی سیستم دفاع موشکی لیزری با انرژی بال است، آستین با اشاره به آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی گفت هم تحریکات معمول پیونگیانگ و هم آزمایش‌های موشکی آن تأکیدی بر فوریت و ضرورت وظیفه ماست بنابراین ما همکاری امنیتی میان ایالات متحده ژاپن و کره جنوبی را افزایش میدهیم. آستین همچنین امروز شنبه اعلام کرد که علیرغم این مسئله که پکن در منطقه آسیا از جمله نزدیک تایوان به طور فزاینده‌ای در حال تهاجمی شدن است ایالات متحده فی خود را برای مدیریت تنش با چین و جلوگیری از درگیری انجام خواهد داد وی گفت که آمریکا همچنان در کنار متحدان خود از جمله تایوان خواهد ایستاد گلوله باران کشتی نیروی دریایی اوکراین وامین نفکش ساخت ایران به ونزوئلا تحویل داده شد آین تحویل دومین کشتی نفکش آفراماکس ساخت شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا با حضور آیت الله رئیسی و نیکولاس مادورو رؤسای جمهور ایران و ونزوئلا برگزار شد به گزارش فارس رؤسای جمهور دو کشور به صورت ویدیو کنفرانس با عرشه این کشتی در خلیج فارس ارتباط برقرار کرده و در جریان مراحل ساخت و فعالیت این نفکش اقیانوس پیما قرار گرفتند این کشتی نفکش دومین کشتی از سفارش سالهای گذشته کشور ونزوئلا به ایران است طبق قرارداد منعقد شده قرار است ایران دو نفکش دیگر نیز پس از ساخت به این کشور تحویل داده شود کشتی آفراماکس دارای 250 طول 44 متر عرض 21 متر ارتفاع 8 ممیز 14 متر آبخور با 15 نات سرعت است که قابلیت حمل 800 هزار بشک نفت را دارد. به پایین خبرهای این ساعت رسیدیم برای آگاهی از آخرین خبرهای ایران و جهان کانال ما رو سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.